بعد طلب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من نصر الله المساعد حسن نصر الله دبیر کل حزب الله لبنان در واکنش به درخواست کمک جبرال باسیل رهبر جریان ملی آزاد از ایران در حل بحران سوخت نیروگاه‌های برق لبنان گفت در صورت موافقت دولت لبنان حاضر است محصولات نفتی ایران را به طور رایگان به کشور منتقل کند. نصرالله در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به گرم‌تر شدن روابط میان گروه فلسطینی حماس و رژیم سوریه گفت سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و حزب الله در جریان درگیری‌های سال گذشته بین اسرائیل و گروه‌های مسلح فلسطینی اتاق عملیات مشترک تشکیل داده بودند. به عقیده تحلیلگران سیاسی گفته‌های نصرالله از دشوارتر شدن شرایط و افزایش ضرب‌آهنگ تنش‌ها خبر می‌دهد و این یعنی شمارش معکوس جنگ با اسرائیل به ویژه پس از استخراج گاز توسط این کشور در میدان گازی مشترک کاریش آغاز شده است. نشریات لبنان همچنین نتیجه گرفتند که لحن تهدیدآمیز نصرالله نشان می‌دهد که او علناً پرونده صلح و جنگ با اسرائیل را در دست گرفته است. به ویژه اینکه هر گونه سفر از لبنان به اسرائیل را هم ممنوع اعلام کرده و تاکید کرده که با هر گونه انتقال پول میان دو کشور با هر توجیه و بهانه‌ای مخالف است. برخی نمایندگان مخالف حزب الله به پیشنهاد انتقال مجانی محصولات نفتی ایران به لبنان هم واکنش نشان دادند و نوشتند هر آنچه می‌خواهی بگو، سوژه‌های رژیم ایران در لبنان پذیرفتنی نیست، حتی اگر تمام سلاح سپاه پاسداران را با خود داشته باشی. برخی نیز در واکنش به اظهارات نصرالله گفتند به حال رئیس جمهور، نخست وزیر و دیگر رهبران لبنانی گریه می‌کنیم که سرنوشت خود را در اختیار تو قرار دادند. می فرحات بیروت.